بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبدالله انوار متحر بنی هاشم اصحابی که کنار وجود مقدس سید و, و سلام الله علیه هستن همشون دارای مقام شفاعت و آبرو پیش خدا هستن منتها چون کنار خورشید امامت قرار گرفتن نور خورشید نور ولایت اونها رو پوشونده هر کدومشون میتونند گره کنند از شعون شفاعت برآورده کردن حوایج مرحوم آیت الله حکایتی نقل کردن سالها قبل در شیراز بیماری حسبه همه شهر رو گرفت جوری که هیچ خانه ای بی بیمار نبود مرحوم حاج عبدالرحیم سرفراز میگه من تو خونم هفت تا مریض داشتم ایام محرم ایام ازای سید و شهده سلام الله علیه یه شبی بعد از اینکه اینها استراحت کردن پنج ساعت از شب گذشته رفتم مجلس روزه اون شب روزه روزه حضرت قاسم سلام الله علیه بود نوه و سینه و عزاداری و من هم تو دل خودم متوسل به ساحت قدس این آقا زاده شدم که آقا هفت و بیمار تو خونه منه شما عنایتی کنید شما لطفی کنید بعد از مجلس نماز صبح همو خوندم بلا فاصله با سرعت اومدم منزل دیدم بچه هم بیدار شدن دوری منقلی از آتش های شب گذشته رو دارن گرم میکنن نون مونده برای مریض مبتلا به حسب ضرر داشت با عصبانیت که چه میکنید برای شما مزره دختر بزرگم گفت که بابا نگران نباش ما شفا گرفت از خواب بیدار شدیم گرسنه نیم. الان داریم نان میل میکنیم باز گفتم براتون ضرر داره گفت بیا بنشین برات تعریف کن دیشب در عالم رؤیا دیدم اتاق و خانه ما خیلی نورانیه یه شخصی وارد اتاق شد فرش سیاهی رو گوشه اتاق پهن کرد بعد از او پنج نور پنج شخص با جلالت وارد اتاق شدن یکیشون یه بانویی بود جلیل القدر ابتدا کتیبه های اطراف اتاق رو نگاه کردن نام چارده نور متحر بود نشستن هر کدام قرآنی به دست گرفتن مقداری تلاوت کردن یکی از این افراد شروع به روزخانی کرد به زبان عربی از این که مکرر نام حضرت قاسم رو می برد متوجه شدم داره روزه قاسم می خونه. همشون به شدت گریه میکردن خصوصا اون بانو خیلی سوزناک گریه روز تمام شد اون شخصی که زودتر اومد از اینها پذیرایی کرد رفتم جلو عرض کردم که شما رو به خدا قسم کدومتون امیر المومنین هستید یکی از اون آقایون فرمود منم خیلی با محابت جلالت گفتم آقا جان من بیمارم خواهر و برادرهام مادرم خالم حضرت بلند شدن یکی یک رو سر و صورت ما دست کشیدن به جز مادرم گفتم آقا جان مادرم هم بیماره آقا فرمودن خیر مادرت باید بره شروع کردم به التماس گریه ازت پا شدن التفاتی کردن دست رو لحاف مادرم کشیدند و خارج شد رفتم دم در منزل دیدم حتی مرکبی که برای این آقایون آوردند رو, رو پوش سیاه داره لباسشون سیاه مرکب سیاه خیلی تعجب کردم این آقایون با این جلالت با این عظمت چرا پا گفتم شما رو به خدا قسم چرا شما پا جز اون بانو که در لباسش پوشیده بود دیدم امیر گریه کردند فرمودن ما این ایام ازاداریم ما پا برهنه از خواب بیدار شدم صدای ازان صبح رو شنیدم خواهرا برادرا بیدار شدن هیچ کدوم اثری از تب و بیماری نبود مشغول خوردن نان شدیم آقا جان این شب به نام شما شما کریمید فرزند کریم کریم قبل از سوال حاجت محتاج رو میده الحمدلله رب العالمین